یکی از معضلات کلیدی جامعه ایران مسئله خشونت است. بسیاری از ایرانیان بر این عقیده اند که خشونت در جامعهشان صرفاً امری سیاسی است و به همین جهت راه حلی سیاسی دارد و این مشکل با تغییر حکومت و جابجایی قدرت حل خواهد شد. حال اینکه در ایران امروز سیاست خشونت فراسوی خشونت سیاسی شکل گرفته و پذیرش، تایید و توجیه آن تبدیل به بخشی از فرهنگ روزانه ایرانیان شده است. نقش فرهنگ در نهادینه کردن خشونت در یک جامعه و به خصوص در خانواده چیست؟ در جوامع سنتی مانند ایران خشونت بیشتر علیه کودکان و زنان اعمال می شود. علت جامعه شناسانه این موضوع در چیست؟ این مسئله با مناسبات و روابط اجتماعی ارتباطی دارد؟ ساختار آموزشی و تربیتی یک جامعه تا کجا در نهادینه کردن خشونت نقش دارد؟ به خاطر اینکه از همونجوری که گفتم بهتون از قدرت کمتری برخوردارن، به خاطر اینکه فرهنگی که توش زندگی میکنیم حتی در اعمال خشونت تبعیض قائله، یعنی فرهنگ ما پدر مادر رو در یک مرحله به قول معروف قداستی بالا میبره که اولا نمیتونیم تصور بکنیم که پدر مادر امکان داره به کودکش آزار برسونه، ولی برعکس کودکی یه خورده که لحن صداش تغییر میکنه با پدر مادرش هممون بسیج میشه که بچه بی ادبیه، بی احترامیه، این فردا چی میخواد بشه، و سریع سرکوبش میکنیم و سریع ازش میخوایم که اون خشمو چیکار بکنه، در درون خودش سرکوب کنه. بچه‌ای که به خاطر بچه بودن یاد میگیره که همش باید خشونت رو سرکوب بکنه، در آینده بچه‌ای که به دنبال موقعیت میگرده که بتونه به خاطر اون موقعیت خشونت رو حالا اعمال بکنه، بچه‌ای که وقتی بزرگ بشه اون موقع خودش به عنوان پدر بودن عین همون خشونت رو برای جبران روانی اعمال میکنه در مورد کودک خودش. کودکان و فرزندان در جامعه ما توی سیستم نظام سلسله مراتبی که در فرهنگ ما حاکمه میشه گفت بی دفاع، در مقابل فرهنگ ما بی دفاع ترین افرادن و خشونت تحت عناوین کاملا گوناگون، دینی، ناموسی، هویت مردانه که بهش اشاره کردم، میتونه راحت ادب کردن، تربیت کردن میتونه بهشون اعمال بشه. خب وقتی فرهنگ راه و باز میذاره، وقتی یه همچین امکانی رو میذاره در اختیار اون کسی که قدرت همزمان از قدرتی بیشتری برخورداره، یا به عنوان شوهر یا به عنوان پدر، مسلمه که اون فردم غیر مستقیم تشویق میشه که به جای اینکه بیاد دو ساعت وقت تلف کنه، مذاکره بکنه، گفتگو بکنه، از همون اول مثلا یه کشیده بزنه و داستانو به قول معروف خاتمه بده. یه بحثی است که آیا در یک فرهنگی خشونت یکی از اسباب فرهنگ هست؟ بله، این اختلاف دارن. فرهنگ‌هایی هستن که خشونت درشون اسباب فرهنگی است، ابزار فرهنگی است، و فرهنگ هایی هستند که از این ابزار تویی هستند. مثال خیلی راحت اینه که شما در فرهنگ بودایی ها ابزار خشونت ضعیفه، خب، ولی مثلا بگیریم در فرهنگ سلفی ها ابزار خشونت قوی است. خب این دوتا در این ابزار در حضور فرهنگ قوی هست یا ضعیف هست، ولی فقط این مسئله نیست. مسئله اینه که در چه موقعیتی قرار گرفته. همون فرهنگ بسیار فرهنگی که ابزار خشونت درش ضعیفه، در یه شرایطی ممکنه خیلی هم از خودش خشونت نشون بده، یا برعکس اون کسی که فرهنگی که ابزار خشونت درش قوی است، در یه شرایطی ممکنه که این ابزار خشونت رو کنار بگذاره. اینی که یک زمینه‌های فرهنگی خشونت هست، یک موقعیتی که این فرهنگ قرار گرفته درش، در کجا قرار گرفته، با چه حملاتی روبروست و به دنبال چه مسائلی هست. در بعضی از فرهنگ‌ها هست که رفتن و سرزمین‌های دیگری را اشغال کردن هنره، این تشویق میشه از همون اول، این جزء فرهنگه. در بعضی فرهنگ هاست که همسایه به حدی مقدس و محترمه که هیچ گونه نباید مزاحمش شد. این دوتا فرهنگ طبیعتاً دارای یک ابزار خشونت نیستن، ولی خب ممکنه که در شرایطی وقتی فشار آمد، این فشار باعث بشه که اصل فرهنگی رو
مردم اون فرهنگ زیر پا بذارن و به خشونت برن. ولی به طور کلی، خیلی مسئله کلیتر رو بخوایم بگیم، در بعضی از فرهنگ ها و مذاهب طبیعتاً خشونت در مقابل دیگران یک مقدار حتی تشویق هم شده در یه شرایطی. این رو نباید ندیده بگیریم. مثال مشخص، چیزی که آزاردهنده است، ولی وقتی عده‌ای در خیابون آزادانه راه میرن و میگن حزب فقط حزب الله، به واژه فقط توجه بکنید، اونجا که فقط مطرح هست، یه واژه است، واژه ساده ای هم هست، میشنویم از کنارش رد میشیم، ولی وقتی واژه فقط در کار باشه، خب یعنی 1% هم نه، فقط یعنی 0% بقیه، این یک بار خشونت عمیقی رو داره. مخصوصا بچگی وقتی من اینو بشنوم، هر روز هم بشنوم حزب فقط حزب الله، این فرق میکنه با اینکه من به الله معتقدم، معتقدم که پیامبرش هم آمده و این هم قرآنش هست و نمایندگان اینها مؤممین شیعه هستند و این مؤممین شیعه به من میگند که این طور زندگی کن. این یه بحثه، ولی وقتی آمدم رسیدم به فقط، این فقط تولید یک خشونت فرهنگی عمیقی میکنه که خوشبختانه همه مردم ایران این مسئله رو نمیگن، ولی اونهایی که میگن میبینیم تا چه حد حاضرن با این خشونت بازی کنن و بالا برن. منظورم ببینید، یک زمانهایی است که خشونت به دلایلی تقویت هم میشه در یه فرهنگ و این رو هم باید بهش توجه کرد، شرایط خاص رو باید توجه کرد. ببینید، اگر خشونت اومد ما در همون کادری که من گفتم ببینیم، یعنی خشونتی که نهادین است مسلماً با فرهنگ ارتباط داره، توسط فرهنگ توجیه میشه و توسط فرهنگ به ابزار تو رابطه بین انسان‌ها تبدیل میشه، مهمترین بستر انتقال این فرهنگ نظام آموزشی، این نظام در درجه اول خانوادگی، الگوهایی که فرزند تو خانوادهش، تو رابطه پدرش با مادرش، با خواهر برادرش، با خودش مشاهده میکنه و سپس صحبتهایی که توی مدرسه میشنوه در مورد نمیدونم شهادت و در مورد جهاد و در مورد همه این داستانها، مسلماً تأثیر بسیار مهم و درجه اولی توی نهادینه شدن درونی خشونت در افراد چنین نظامی بازی میکنه. حتی در جامعه هم نظریم، در یه خانواده بگیریم، رابطه بین مادر و یه فرزندم بگیریم، ساختار گفتگوست، گفت و شنود، یعنی از اینجا شروع میشه، یعنی دو فرد همدیگر رو بشنون، یعنی قبول کنه تا آخر حرف دیگری رو بشنوه. اینو وقتی عمیقش کنید میرسید به همون تعریف حقوق بشر و دموکراسی، یعنی دیگه راه نداره. یعنی طبیعتاً در هر ساختار اجتماعی 1 میلیون تا 100 میلیون انسان‌ها منافع متفاوتی دارند، میتونیم تقسیمشون بکنیم به کودکان، جوانان، پیران، میتونیم تقسیمشون بکنیم به زنان، مردان، میتونیم تقسیمشون بکنیم به روستایی، شهرنشین، میتونیم تقسیمشون بکنیم به کارگران، سرمایه‌داران. هر نوع تقسیمی که شما میخواید بکنید، میبینید که هر فرد در هر جامعه منافع مختلفی داره و تنظیم این منافع با هم نیازمند داد و ستده و داد و ستد از لایه‌های گفتگو برمیاد. من به عنوان یک پدر باید با فرزندانم و خانوادم گفتگو کنم، به عنوان یک پدر در انجمن خانه و مدرسه باید با بقیه پدر مادرها، با معلمها گفتگو کنم، باید به عنوان یک کارمند با سندیکا گفتگو کنم، به عنوان یک ساکن یک محله با شهردار گفتگو کنم. موقعیت من مرتب عوض میشه، بالا و پایین میشه، ولی باید گفت و شنود کنم و این آموزش، این گفت و شنود آموزش اصلی که از همون خانواده شروع میشه، این ساختار جامعه رو که به من برمیگردونه یک ساختاریست با لایه‌های گوناگون گفتگو، دموکراسی،
یعنی گفت و شنود، یعنی حالا لغت رو بذاریم کنار، دموکراسی یعنی حکومت مردم، ولی یعنی حکومت گفت و شنود در واقع. حکومت‌های دینی دوران ما با استفاده از نهادها، سازمان‌ها، امکانات و اهرم‌های مادی، اداری، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای دولت مدرن و از دانش و تکنولوژی پیشرفته بهره می‌گیرند تا در روند برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته پیروان ادیان دیگر و معتقدان به برداشت‌های متفاوت از برداشت حکومت را سرکوب کنند. بسیاری از آیات موجود در قرآن، به خصوص در سوره نسا، که از آن به مانند قوانین اجتماعی در جوامع اسلامی پیروی می شود، باعث خشونت خانگی نیز می شود. یعنی این قوانین با تعیین نقش درجه دو به زن در خانه، مرد را مالک و حاکم خانه قرار می دهند و زمینه را برای خشونت و تبعیض علیه زن و فرزندان فراهم می کنند. در نمونه دیگر، در دین اسلام با صراحت برای کشتن کسانی که مسلمان نیستند حکم صادر می شود. مثلا در سوره توبه آیه 123 آمده است که ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که با شما نزدیکترند پیکار کنید. می توان به ده ها مورد از این نوع آیه ها اشاره کرد. با این حال خشونت مقدس مانند دیگر خشونت‌های محدود به اسلام نیست که در قوانین شرع با مفاهیمی چون جهاد و تکفیر شناخته می‌شوند. این نوع خشونت از دیرباز در ادیان دیگر نیز وجود داشته و امروز نیز موجود است. برای نمونه می‌توان از تاریخ خشونت کلیسای قرون وسطا، خشونت کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و جنگ‌های 100 ساله آنها در اروپای غربی یاد کرد. بسیاری از روشنفکران بر این باورند که خشونت با دین ارتباط دارد، اما دیدگاه دیگری نیز هست که میگوید ادیان خشونت را ممنوع می کنند و فقط برای دفاع از خود آن را مجاز کردند. آیا واقعا چنین است؟ تئوری انسانسازی به خصوص در اسلام که با امتسازی به اوج خود می رسد چقدر در گسترش، تبلیغ و اعمال خشونت نقش دارد؟ من فکر میکنم که همه ادیان مثل خیلی پدیده‌های فرهنگی دیگه کم و بیش هر دو راهو باز گذاشتن. حالا با میشه گفت یه خورده کمتر یه خورده بیشتر. ادیانی هستن که خب بیشتر خشونت رو در مجموع توجیه کردن، ادیانی کمتر، ولی به هر حال دین مثل خیلی از مفاهیم دیگه یه پدیده فرهنگی. پدیده فرهنگی هم انسان فقط به خاطر عشق و علاقهش نیست که حفظش میکنه، به خاطر استفاده تو زندگی روزانش که بهش مراجعه میکنه. همه این مفاهیم این قابلیت رو دارن، این توانایی درونی رو دارن که به عنوان ابزار هم برای توجیه خشونت هم برای مثلا پیشگیری از خشونت ازش استفاده بشه. مهم جهتیه که جامعه پیدا میکنه، جهتی که جامعه غرب الان پیدا کرده، به اونجا رسیده که مسیحیت خیلی از اون زهرش گرفته شده. به هر حال با اینکه هنوز شما بقایای اون نگاه گذشته رو در مثلا میتونین خیلی جاهای تفکرات یا تبلیغات مسیحی ببینین، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. پس اون کادری که در حقیقت اون اجتماعی که این ادیان در درونش به حیات خودشون ادامه میدن، من فکر میکنم نقش ابتدایی رو بازی میکنن. ولی به هر حال جامعه‌ای که همیشه از اینها به عنوان ابزار استفاده کرده، اگه بخواد جهتش رو عوض بکنه، باید این امکان رو فراهم بکنه که بدون هیچ گونه چشم‌پوشی، بدون هیچ گونه مصلحت طلبی، اون جاهایی رو که دین یا هر عنصر دیگه تو فرهنگ خشونت رو بهش معنا داده، توجیه کرده، ابزاریش کرده، باید به شکل اوریان طرح بشه و دارندگان اون دین رو مجبور بکنه که تو نگاهشون به دین خودشون تغییر ایجاد کنه. خشونت اصلا دفاع نیست که.
دفاع این است که شما در مقابل خشونت به اصطلاح یه کاری بکنی که نتونن در مورد خشونت اعمال بکنن. توسل به خشونت دیگه دفاع نمیشه، که اونو من اسمشو دفاع نمیذارم. به عنوان مسئله خیلی ساده میگم، شما تو خیابون دارید میرید، یه کسی چاقو میکشه به سمت شما، شما تا اونجایی که سعی میکنی از ضربه این چاقو فرار کنی، جلوی ضربه خوردن این چاقو رو بگیری یا چاقو رو از دست این طرف بگیری، دفاع کردی. ولی اگر چاقو رو از همین آدم گرفتی، با همون این آدم رو کشتی، متوسل به خشونت شدی. بنابراین تو این تعریف ها باید خیلی دقیق عمل کرد. من معتقدم که هیچ توجیهی برای خشونت وجود نداره. ادیان، خب همه ادیان رو هم باز نمیشه یک بارچه گرفت. ببین جلال آل احمد در این تیکه رو خواهش میکنم بذاریم که صحبت کنیم، خیلی مهمه برای تبیین این موضوع. در کتاب غرب زدگیش، که من بدم میاد از این کتاب، چون خیلی واقعا بد دیده مسئله غرب و رابطه غرب و شرق رو، و به نظر من یه کار ارتجایی هست، ولی یه نکته، یه جایی یه نکته داره در تعریف یا تمایز خدای اسلام، مسیحیت و یهودیت. شاید من یه کمی حافظم کمک نکنه، ولی سعی میکنم این حرف خودمون رو بگم. میگه در مسیحیت رابطه انسان و خدا رابطه پسر و پدره، در یهودیت رابطه انسان و خدا رابطه به اصطلاح متهم و قاضی است، در اسلام رابطه انسان و خدا رابطه محکوم و حاکم. در اسلام خود، بنابراین تفاوت داره. وقتی که یک آیینی رابطه پدر و پسر میبینه در رابطه انسان و خدا، پدر همیشه نسبت به پسرش رحیمه، بخشنده است، حتی اگر پسر بزرگترین خطاها رو هم بکنه، باز دلش میخواد که کمکش کنه که خطا نکنه، مجازاتش نمیکنه، بلکه تنبیهش میکنه یا سعی میکنه کمکش بکنه. وقتی قاضی هست رفتارتون رو داوری میکنه، در یهودیت رفتارتون رو داوری میکنه. وقتی حاکم هست به تو حکم میرانه، تو باید حکمش رو اطاعت کنی، انجام بدی. وقتی انجام ندادی متوسل به خشونت میشه. ما اگر حالا تو این سه تا مذهب، سه تا دین، با توجه به این تفاوت ها یک بچه مشترک هست، هر سه اینها جهنم و بهشت دارن. جهنم یعنی خشونت. شما وقتی رفتی جهنم فقط میزننت، فقط شکنجت میدن، فقط عذابت میدن، بدترین عذابهای ممکن رو به تو میدن. تو خوب گناه کردی، انسانی بودی، زندگی کردی، اشتباه کردی، مثل میزنیم اگر چنین چیزی وجود داشته باشه که من اعتقاد ندارم بهش، ولی دیگه نمیشه که تمام عمر بعد از مرگت بخوان تو رو شکنجه بدن. خب این یعنی چی؟ این جز خشونت چی هست؟ اگر از این منظر نگاه بکنیم، تمام ادیان الهی خشنن، شکنجهگرن و انسان رو شکنجه میدن. در واقع نه تنها خشونت اعمال میکنن، شکنجه میدن. حالا توی این دنیا، چون اگر بنا باشه که تو این دنیا هر دینی هر انسانی رو دائما مراقبش باشه که اشتباه نکنه، احتیاج به یک لشکر عظیم از جاسوس داره که سر هر گذرگاهی تو هر خونه باشن، مرتب مراقب باشن انسان رو خطا نکنه. میاد چیکار میکنه؟ میترسونه انسان رو از اون دنیا. و تصویری که از جهنم میده یک شکنجهگاه بزرگ، یه چیز دیگه نیست. با این تعبیر من معتقدم بله، ادیان اصولا به اصطلاح بیشتر به خشونت متوسل میشن تا به رحمت و رفعت و این چیزا. ببینید که مشکلی که داره که در مورد ادیان به طور کلی، یه کمی هم بریم بالاتر بذاریم ایدئولوژی اسمشو، یعنی حضور در جهان به یک نگرش خاص. من حضورم در جهان رو به یک نگرش خاص مربوط میکنم، مسئله مفید و مضر بودنش نیست، مسئله بد و خوب بودنش نیست، ولی از زمانی که من یکی از ابعاد هستی و زندگی رو عمده کنم برای خودم، به طور طبیعی با کسانی که اونها هم این مسیر رو انتخاب کردند محبت دارم، علاقه دارم، گفت و شنود میکنم، و به طور طبیعی با کسانی که در این راه نیستند مشکل دارم. یعنی این خیلی ذات و طبیعی اینه. یعنی خشونتی که اینجا تولید میشه، این که میگن از خودشون دفاع میکنن، اینها هر گونه مذهبی، هر گونه ایدئولوژی به شکل طبیعی خودش، وقتی شما در حوزش هستید با هم مهربانید، وقتی خارج از اون حوزه میشید، خب طبیعتاً اگر جلوی شما رو نگیرن شما میرید جلو، طبیعیه.
شما با اون دید خودتون میرید جلو، ولی وقتی جلوی شما رو بگیرن خشن میشید. یعنی خشونت به گفت و شنود تبدیل شدنش، فقط فرقش در اینه که این گفت و شنود رو یا در واقع بسیاری از مذاهب در اثر پختگیشون، یعنی زمان گذشته، مسیحیت 2000 سال، یهودیت 3000 سال، زرتشتی ها 2700 سال، زمان گذشته از روش، مثل سنگ کف رودخانه که 100 هزار سال آب از روش گذشته نرم شده، اما سنگی که از کوه افتاده فرق میکنه، اینها زمان ازشون گذشته نرم شدند. منظور این نیست که خشونت ندارن، نرمند، و این نرمی ظاهری رو با عدم خشونت اشتباه نکنیم. هر نوع اندیشه‌ای که حضورش رو در هستی با پارامترها و ابعاد مشخصی تعیین میکنه، وقتی که با دیگری قرار بگیره دچار خشونت میشه، دیر یا زود، زیاد یا کم. تا اونجا که به رابطه دین با خشونت برمیگرده، ببینید از دین برداشت‌های گوناگونی وجود داره. به راستی آدم‌هایی هم هستن که دین باورن و خیلی مسالمت‌جو. بالاخره آقای بازرگان مسلمان بود دیگه، دین باورم بود، ولی از همه ما مسالمت‌جوتر بود. بنابراین بین باور دینی و خشونت ورزی رابطه این همانی وجود نداره. اینکه فکر کنیم هر کسی غیر دینی باشه، غیر خشونت، کمتر خشونتگرات، و هر کسی دینی است، چنین نیست. مثال‌های زیادی دادم، تمام جنبش فاشیستی، استالینیسم، ماویسم، پلپوتیسم، اینا اصلا دینی نبودن، ولی خشن‌ترین نمونه‌های بربریت و خشونت رو به نمایش گذاشتن. اما این رو میتونم بگم که آنچه که ما به لحاظ تجربه تاریخی باهاش روبرو بودیم، چه در مسیحیت، چه در اسلام، چه در ادیان دیگر، زمینه‌های بروز خشونت و مشروعیت یافتن خشونت توسط کلام الهی یا برداشت از کلام الهی توسط نمایندگان خدا روی زمین بسیار زیاده. بنابراین مثلا مسیحیت، کشیش ها خیلی راحت‌تر میتونستن جنگ های صلیبی رو مشروعیت بهش بدن، بگن این جنگی در راه خدا، یا سر به نیست کردن مخالفان رو به عنوان باورهای دینی و در واقع در اون راستا توجیه کنن. در میان اسلامگرایان هم همینطوره. واقعیتش اینه که در جامعه ما خشونت وحشتناکی که در این 35 سال باش روبرو بودیم، استفاده از باورهای دینی در توجیه اون بسیار نقش داشته. بدون اون باورهای دینی ساده نبود. اون اعدام‌های، قتل عام‌های سال‌های 60 و 67 رو توجیه کردن، گفتن طرف که جرمی نکرده بود، عقیده‌اش متفاوت بود، در نتیجه گفتن محارب با خداست. یعنی اتفاقا از ابزارهای دینی استفاده کردن برای مشروعیت بخشیدن. من فکر میکنم برای اینکه نه دینداران ضرر کنند و نه ماهایی که باورهای دینی نداریم، بهتره که دین به طور کلی از دولت، از قوانین یک سره جدا بشه. بنابراین قوانین عرفی و شرعی مبنای سازمان دادن نظام مجازات و یا تنظیم روابط سیاسی بشه. اون موقع شانس یک حکومت شهروندی، یک نظام قضایی دموکراتیک و شهروندی کمتر زمینه قانونی کردن که سهل مشروعیت بخشیدن به خشونت رو ایجاد میکنه. متاسفانه باورهای دینی میتونه در دامن زدن به، چه باورهای دینی چه باورهای ایدئولوژیک، در مشروعیت بخشیدن به خشونت و دامن زدن به اونها نقش ایفا کنه، کمون که تجربه غمناک غم‌انگیز جمهوری اسلامی ایران این رو به نمایش می‌گذاره. اگر بخوایم توی مثلا فرض کنید رابطه میان ادیان مختلف نگاه بکنیم، باز می‌بینیم مثلا فرض کنید خشونت نسبت به اقلیت‌های دینی ما مثل بهائیت، مثلا مثل سنی‌ها، به نوعی، ولی این بار در قالب دین، به نوعی باید معنا پیدا بکنه، به نوعی باید توجیه بشه.
انتساب این قضیه به بهایی ها که فرض کنید مسئله نبوت آخرین پیامبر بودن محمد رو قبول ندارن، در حقیقت رول و نقش توجیه کننده و مشروع کننده رو به اعمال خشونت به این اقلیت میده. این باعث میشه که وقتی این خشونت اجرا میشه افراد اونو واقعا به عنوان خشونت تجربهش نکنه، چون تجربه درونی خشونت خیلی مسئله مهمیه. خشونت فقط یک وجه بیرونی نداره. وجه بیرونی یعنی چی؟ یعنی وجه واقعی که ما بتونیم آماریش کنیم. مثلا بگیم که توی جنگ ایران عراق انقدر کشته شدن، انقدر بی خانمان شدن، انقدر مثلا اعضای بدنشون رو از دست دادن. این آره، اینو یه خشونت بیرونی واقعی عینیه. اما خشونت یک وجه درونی داره، یعنی اون فردی که خشونت در موردش اعمال میشه و اون فردی که اون خشونت رو اعمال میکنه چگونه خشونت رو تجربه میکنه. وقتی که خشونت در قالب یک فرهنگ، وقتی که در قالب یک واحد معنایی اعمال میشه، خودش رو در حقیقت استتار و پنهان کرده و هم اون کسی که در درجه اول خشونت اعمال میکنه دیگه اونو به عنوان خشونت نمیبینه و نمیفهمه و نمیشناسه، و گاهی حتی اون کسی که قربانی اون خشونته اون خشونت رو به عنوان خشونت اوریان تجربه نمیکنه. اونم گاهی اوقات به اون ایده میپیونده، یعنی کودک میپذیره که کتک خوردن برای آینده خودش خوبه، زن میپذیره که باعث سرشکستگی خانوادش شده و این باعث شده که این حق رو مثلا مردهای خانوادش داشته باشن که در موردش اعمال خشونت بکنن و چیزهای دیگه. یک فرم دیگه ای هم که این اواخر تو جامعه ما فرهنگ در حقیقت ازش استفاده شده برای اینکه خشونت معناساز بشه تو زمینه سیاست، یعنی در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی به همراه یک ایدئولوژی اسلامی بود و یکی از کارهای مهم این ایدئولوژی اسلامی که هم موجب انقلاب به اون شکلی که ما دیدیم شد و هم موجب سرکوب‌های آتی شد، معنا دادن و توجیه کردن خشونت و مشروع کردن خشونت، خشونت سیاسی در کادر یک نظام، یک تفکر و ایدئولوژی دینی بود. آزار رساندن و خشونت ورزیدن نسبت به دیگری تحت عنوان مثلا فرض کنید مقوله مثل جهاد توجیه شد و مطرح شد. آزار رساندن به خود، اونم یک نوع خشونت، خود رو در معرض خشونت قرار دادن تحت عنوان شهادت. اعمال خشونت سیاسی با ایدئولوژی شدن در حقیقت به نوعی تونست خودش رو تو جامعه ایران بعد از انقلاب نهادینه بکنه و به نوعی استتار بکنه. اعمال خشونت روزانه حکومت سیاسی رو بر شهرونداش. یکی از حساس‌ترین موضوع‌های جهان کنونی جنگ‌ها هستند. جنگ‌هایی که از بیشتر آنها به عنوان خشونت قانونی نام برده می‌شود. لشکرکشی حکومت مرکزی به بخشی از کشور برای سرکوب و اجرای قانون، آن هم به زور یا همین طریق در نسبت گروهی کوچک با بخشی از کشور. در اینجا مسئله قانونی بودن جنگ که همان خشونت فیزیکی و روانی است مطرح می‌شود. همیشه در این گونه موارد قدرت‌های اصلی این نوع خشونت را برای خود روا دانسته و تا به امروز هم از این شیوه استفاده می‌کنند. اما وقتی ما از نفی خشونت سخن می‌گوییم، به این معناست که عاملان خشونت، هر گروه و جریان یا فرد و جامعه‌ای که باشند، اساساً کار آنها غیر انسانی، غیر قانونی و محکوم است. حال باید این سوال را مطرح کرد که چگونه است که خشونت قانونی از نظر دولت‌ها و قدرت‌ها مجاز است، اما خشونت مردم مطابق همان قانون و ساختار مجاز نیست؟
در چنین جوامع آیا اصل فایده گرایی منطق خشونت است؟ اگر مواردی برای اکثریتی از جامعه فایده داشته باشد، آیا متوسل شدن به زور برای احراز آن مجاز است؟